آخوند رئیسی ماهی یک بار قسم می‌خورد که بن‌بستی نیست، اما واقعیت چیست؟ رئیس جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت گفت هیچ بن‌بستی در مسیر حل مشکلات کشور وجود ندارد. مثلا دولت پولش تمام شده، پولی نیست که ما بگیم حالا که می‌خوایم اینو مثلا اینطور 11 میلیون نفر الان فقط زیر خط فقر زندگی می‌کنند. مشاورای قالیباف اعلام کردن تخم مرغ شده دونه 3000 تومان. دیگه مردم پشت گوششون دارن می‌بینن و نگرانن. 12:30 نصف شب این وضعیت هموطنای ماست. آقای خامنه ای که میای میگی ما رکورد زدیم، اینم رکوردی که زدی. آخوند رئیسی چهارم شهریور هم همین را گفت. ما در نظام ولایت فقیه هیچ بنبستی نداریم، هیچ بنبستی نداریم. صاحبان سرمایه امروزه چه کسانی هستند؟ این اشرافی هستند که امروز حکومت رو اداره میکنن. خدا وکیلی آقای خامنه ای خجالت نمیکشی؟ ایران یک هشتم ثروت دنیا رو دارد، مردمش باید انقدر گشنه باشن، انقدر فقیر باشن، خاک بر سرت ایشالله، خدا ایشالله نابوده دون کنه. آخوند جلاد 19 مهر هم باز همین را گفت که ما در این کشور هیچ بنبستی نداریم. این که دولت نیست، که ما دولت نداریم در کشور. متأسفانه دولت در ایران، یعنی اگه در خیلی از این وزارتخونه‌ها امروز تعطیل بشه هیچ اتفاقی در وارونگویی از همان ابتدا با خمینی دجال شروع شد. خامنه ای و رئیسی هم از او به ارث بردند. آنچه رئیسی می‌خواهد بپوشاند واقعیتی است به نام بنبست سرنگونی. مرگ بر خامنه ای، مرگ بر جمهوری اسلامی. خدا ریشه ده بکنه خامنه که مردم بیچاره کرد. الهی روزی بشه که محاکمه ده ببینی در آینده نزدیک. ای خدا، خدایا برسان آن روز را، خدایا برسان.